سلام به همه برابکس خفن دنیای وارکرافت. امروز توی این ویدیو میخوام تجربه 4-5 روزه خودم از بازی کردن هاردکور کلاسیک رو بهتون بگم. آقا چجوریه که 4 روزه داری بازی میکنی ولی هنوز یه دادم ندادی؟ اصلا این بازی ارزش کسب درآمد داره یا نه؟ فقط داری وقت خودتو تلف میکنی. حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life 'cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. خب بچه اول باید بهتون بگم که ما فردا قوره کشی وو آنلاین رو داریم برای دراگون فلایت بیس. کسی که تو قوره کشی شرکت کردن اگزیل لگ یا گیرا بوستر از سایت خریدن و لینکش رو واسه وو آنلاین فرستادن. فردا رو لایو استریم قوره کشی میکنیم و به یک نفر دراگون فلایت میدیم. جدا از این که خواستم رو اعلام کنم فردا رو لایو قوره کشی دراگون فلایت داریم، اول از همه در مورد بحث این که بازی رو انجام بدیم یا نه، وقتمون تلف میشه یا نه، در مورد این میخوام صحبت کنم. یک، در مورد این که اصلا آقا جدا از کسب درآمد از بازی، این بازی به شدت حال میده. خود من شاید آخرین باری که تجربه همچین چیزی رو داشتم و اینقدر ورد فارکرافت داشت بهم حال میداد، شاید 5 سال 6 سال پیش بود داشتم اکسپنشن لیژن رو بازی میکردم. از اون موقع به بعد نم دراگون فلایت اصلا بهم اینقدر حال نداد، چادرلند اینقدر بهم حال نداد، تی بی سی اینقدر بهم حال نداد، لیچ کینگ اینقدر بهم حال نداد. کل این اکسپنشن ها فقط میزدم که زده باشم و مکس کرده باشم. ولی لول اپ توی هاردکور خیلی داره بهم حال میده و اگه دنبال اینید که از بازی لذت ببرید، به هیچ وجه نسخه هاردکور رو از دست ندید. اعتیاد خیلی سنگینی من نسبت به این نسخه پیدا کردم، به جوری که صبح که میخوام ویدیو بگیرم میگم آجی ویدیو گرفتن رو بیخیال، برو فقط پلی بده. من اینکه 2 سال خورده هر روز ویدیو میگرفتم واسم عادت شده، اگه یک روز ویدیو نگیرم اصلا مریض میشم. به جای رسیدم که به خودم میگم بابا چرا میخوام الان ویدیو بگیرم، الان باید برم بازی کنم. یعنی به شدت اعتیاد داره، به شدت حال میده. به هیچ وجه هاردکور رو از دست ندید. اگه دنبال اینید که از بازی ورلد اف وارکرافت لذت ببرید، به هیچ وجه هاردکور رو از دست ندید. این تا اینجا بازی به شدت لذت بخش، به شدت هیجان انگیزه. از تمام نسخه هایی که الان تو بازار هست هاردکور بیشتر حال میده، میتونم با قاطعیت کامل اینو بگم. بعد از اون میریم دنبال بحث درآمدزاییش. خیلی ها دیدم میگن آجی قیمت گلش هر روز داره میاد پایین، اوردر براش نیست، گل تو بازی نمیشه در آورد، پس کسب درآمد از این بازی به درد نمیخوره، وقت تلف کردنه. باید بگم که آقا از این بازی میشه پول در آورد. همین الان من خیلی ها رو میشناسم که تو همین چند روزه مثلا به اندازه 2 تا 3 تا 4 تا گیم تایم 2 ماهه از تو این بازی پول درآوردن و چند برابر پول خود بازی که یه گیم تایم باشه رو از تو بازی درآوردن. و ما اگه بگیم آقا قیمت هر یه دونه گلدش بشه 5000 تومان، خب الان که دارم ویدیو ریکورد میکنم فکر کنم 30-40 هزار تومان باشه، هر یه دونه گلد میشه 5000 تومان، هر 1000 تا گلدش میشه چقدر؟ میشه 5 میلیون تومان. و شما تو لول 1 2 3 4 5 6 10 20 اینا رو حساب نکنید، شما لول مکس رو نگاه کنید. وقتی شما لول مکس شید توی هر روز میتونید بین 500 تا 1000 گلد در بیارید. اصلا من همون 500 گلد رو میگیرم. اگه روزی 500 گلد در بیاری و هر یه دونه گلد 5000 تومان باشه، میشه روزی 2 میلیون 3 میلیون تومان که بازم رقم خیلی زیادیه. از این بازی میشه پول در آورد به نظر من. خیلی همین الان هم کلی پول از این بازی در آوردن. خب این که در آینده چه اتفاقی میفته، اوردراش بیشتر میشه، گلدش میره بالا میاد پایین، چه آیتمایی تو اکشن روس میخرن نمیخرن، اینا رو واقعا نمیشه هیچ حدسی در موردش زد. خب و اینکه آیا شما میتونی از این بازی پول در بیاری، اصلا مشخص نیست. بچه ها دارم میگم پول در آوردن از این بازی کاملا ریسکیه، یعنی قمار کردید رو وقتتون. ببینید 2-3 بار اینو تکرار کنم، بعضیا تو مغزشون نمیره، باز دوباره میان ازم سوال میپرسن آقا کسب درآمد از این بازی قمار رو وقتتونه، کسب درآمد از این بازی قمار کردن رو وقتتونه، کسب درآمد از این بازی قمار کردن رو وقتتونه. یعنی چی؟ یعنی امکان داره 1 ماه وقت بذاری هیچی از این بازی نصیبت نشه. 100% همینطوره. واسه همینه که خیلی‌ها میگن کسب درآمد از این بازی فایده نداره، چون تو خودشون نمی‌بینن که از این بازی پول در بیارن. پس بچه‌ها اینو بدونید،
اینطوری نیست که هر کی بیاد تو این بازی میتونه پول در بیاره، به هیچ وجه. اگه دنبال این هستی که یه بازی رو انجام بدی و 100% مطمئن باشی واسه وقتی که داری میذاری پول خوبی هم در میاری، برو دراگون فلایت بازی کن، برو لیچ کینگ بازی کن. البته پول خوبی که در نمیاری، ولی مطمئن میشی که هر وقتی که میذاری یه پولی بهت برمیگرده. الان لیچ کینگ و دراگون فلایت که به شدت اوضاع شخمی دارن تا پچه و سیزنهای بعدیشون بیاد، حداقل خود من تا سیزنهای بعدی لیچ کینگ و دراگون فلایت بیاد هاردکور بازی میکنم. اگه هیچی هم پول از توش در نیارم ناراحت نیستم، چون به شدت بازی داره به هم حال میده. پس اینو بدونید آقا، درآمد از این بازی وجود داره ولی کاملا شانسیه و کاملا به مهارتتون برمیگرده. شاید شما نتونید از این بازی پول در بیارید. آقا خیلی ها میان تو این بازی نمیتونن از این بازی پول در بیارن. پس اگه به فکر یک بازی هستی که وقتی که میذاری 100% برات یه برگشتی داشته باشه، برو دراگون فلایت یا لیچ کینگ بازی کن. این بازی قمار کردن روی وقتتونه. این در مورد کسب درآمد این بازی. یه خورده هم میخوام در مورد آقا زنده موندن تو این بازی صحبت کنم. چجوریه که آقا من 4 روز بازی کردم ولی نمردم. چند تا تجربه نزدیک به مرگ تو بازی داشتم که میخوام بهتون بگم. بچا اولین نکته و مهمترین نکته که تو این بازی بر رعایت کنید پوزیشن گیریه. اینی که هیروتون کجا وایستاده، اینی که هیروتون کجا قرار موو بده. خب خیلی جاها بچا خطرناکه، به غیر از جاهایی که توی حالا جاده اصلی هست یا جاهایی که مطمئنید سیفه، هیروتون رو هیچ جای دیگه نگه ندارید. چرا؟ چون میری یه جایی به نظر کاملا سیف میاد، هیچ عدی نیست، میری اونجا وای میسی یا 5 تا عد زیر پات سامن میشن. چی شده؟ یکی قبل شما اومده اون عدا رو کشته، ادا مردن، جنازه هاشون هم پریده. دقیقا وقتی که جنازه هاشون میپره، زمانی که میخوان دوباره ریسپان شن، تو میری اونجا میبینی نه هیچ جنازه اینجا نیست، هیچ عدی هم اینجا نیست. یه ثانیه هیرو تو اونجا نگه میداری یا 5 تا از زیر پات سامه میشن و میمیری، مثل جوری که یکی از رفیقای ما تو موقع لول اپ همراه من مرد. پس مهمترین نکته پوزیشن گیریه. آقا توی غار نرید، زیر آب به هیچ وجه نرید. من خودم زیر آب یه بار دیسی شدم، نفسم نداشتم، یه ریرباسم اونجا بود و 100% مطمئن بودم که مردم. فقط شانسی که بردم رفیقم اومد یه هیل بهم داد قبل دیسی شدنم و من قبل دیسی شدن نمردم و من مطمئن بودم که اگه لوگین کنم تو کاراکترم بازم میمیرم، چون کاراکترم ته آب، نفس نداره، یه ریرباس اون دور و بر هست و من 100% خواهم مرد. برای همین از سرویس کاراکتر ترانسفر استفاده کردم که قبل از اینکه لوگین کنم کاراکترمو بفرستم تو یک نقطه سیف. یک سرویسی که بلیزارد گذاشته وقتی هیروتون توی باگی تو دیوار جای گیر میکنه، هیروتون رو انتقال میده به یک جای سیف. از این سرویس میتونید استفاده کنید. اگه جای بدی دیسی شدید و دور براتون جا ادای خطرناکی هستن، قبل از لوگین کردن از سرویس کاراکتر آن استاک استفاده کنید که لینک سرویس رو توی دیسکریپشن میذارم واسه بچه‌ای که میخوان از این سرویس استفاده کنن. در کل بچه‌ها پوزیشن گرفتن مهمترین نکته تو این بازیه. اگه پوزیشن درست بتونید بگیرید 80% زنده میمونید، من بهتون قول میدم. زوم کاراکترتون تا جایی که میتونید بیارید عقب، دور و برتون رو کامل ببینید. جایی که مطمئن نیستید سیفه، به هیچ وجه وای نستید، فقط رد شید از بغلش برید. بیشترین دلیل مرگ به خاطر این بوده بچه‌ها، یک جایی بودن فکرشون نمیکردن اونجا عدی باشه، یو 4 تا عد سامن شده، زده خشتکشون رو پرچم کرده. خیلی حواستون رو جمع کنید و پوزیشن درست بگیرید. اگه پوزیشن درست بگیرید و ادای دور براتون رو با دقت نگاه کنید، ببینید کجا اد مرده. اونجایی که اد مرده آیا شما وایستادید؟ آیا امکان داره زیر پاتون یهو اد سامن شه؟ به اینا اگه توجه کنید خیلی بیشتر میتونید تو بازی زنده بمونید. این نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم، خریدن آیتم واسه هیروتونه، مخصوصا پوشن هیل. بچه ها به شخص خود من و پوشن هیل برای 10-20 بار از مرگ حتمی توی بازی نجات داده. خیلی مهمه خصیص بازی در نیارید، برید اکشنوس واسه خودتون پوشن هیل بخرید، یا اگه مثل من آلچمی دارید خودتون واسه خودتون میتونید پوشن هیل بسازید، خیلی کمک میکنه. حالا من به غیر از پوشن هیل، پوشن مانا و نمیدونم استرنج و آرمور و اچ پی ریجن و ان و گو، 10 تا پوشن و 10 تا باف رو خودم استک میکنم. بهتره آقا، میگی چرا داری گلدتو خرج میکنی؟ من گلدمو خرج میکنم ولی هیرون بالاخره زنده میمونه. خیلی ها گلدشونو خرج نمیکنن ولی هیروشون میمیره. خب چه فایده داره هیروت ببینه کل گلدت پریده؟ میدونی چی بهت میگم؟ پس خصیص بازی در نیارید، واسه هیروتون پوشن بخرید، فلسک بخرید، فود بخرید و از اون مهمتر واسه هیروتون آیتم بخرید. برای مثال هند بخرید، لگ بخرید، فیت بخرید، بلت بخرید،
هیروتون رو باز کنید ببینید هیروتون چند تا آیتم سبز داره، هر آیتم سفیدی که دیدید رو هیروتون هست و در جا برید اکشن هوز با یه آیتم سبز عوض کنید. توی اون لولی که هستید اونقدر گلد دارید که برید واسه خودتون چند تا دونه آیتم از اکشن هوز بخرید. حتی تو چت ترید سیتی بازی میتونید آیتما رو به قیمت ارزونتری هم پیدا کنید. پس خصیص بازی در نیارید، واسه هیروتون آیتم بخرید. خریدن آیتم واسه هیروتون خیلی بهتون کمک میکنه که زنده بمونید. خود من تا حالا کلی گلد خرج هیروم کردم واسه همینه که هیروم زنده مونده، چون هیروم آیتمای خوبی روش هست، چون هیروم 10 مدل پوشن داره، چون هیروم 10 مدل باف روشه. اوکی خیلی وقتا بوده که من با 10 تا دونه اچ پی زنده موندم. به خاطر چی؟ به خاطر اون پوشنی که یوز کردم بهم 30 تا دونه اچ پی داده. خیلی وقتا بوده هیروم با یه دونه لول زدن زنده مونده. به خاطر چی؟ به خاطر اون پوشنی که 3 تا دونه مانا ریجن بهم داده. پس اینا رو بچا توجه کنید بهش، آیتم بخرید، آیتمای خوب واسه هیروتون بخرید. هر موقع میرید شهر آیتمای هیروتون رو چک کنید و اگه آیتم سفیدی داشتید حتما با آیتم سبز چنجش کنید. حالا آیتم آبی فعلا که دارم ویدیو رو میگیرم خیلی گرونه، ولی آیتم سبز مثلا 20 سیلور، 15 سیلور، 30 سیلور میتونید بخرید توی لول اپ واسه هیروتون، مخصوصا از لول 10 و 15 به بعد. آخرین نکته هم که میخوام بگم اینه که سعی کنید سولو لول اپ نکنید، گروهی دو نفری سه نفری خیلی بهتره. به شخص خود من خیلی جاها بوده که هم تیمیام کمکم کردن زنده موندم، یا من کمک کردم به هم تیمیام زنده بمونن، و گروهی فارم کردن و گروهی لول اپ کردن به نظر من خیلی 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 سیف تر و بهتره. البته اینم بگم اگه یارتون بازی بلد نباشه و نوب باشه شاید شما رو به کشتن بده، ولی اگه یک یار خوب داشته باشید که بازیشو بلد باشه اتفاقا کمکتون میکنه که شما زنده بمونید. من خودم توی استیچس الاینس یه گیلد دارم، زمانایی که لایف میشم میتونید بهم پیام بدید جوین گیلدتون میکنم. تو گیلدمونم کلی آدم جمع شده، همه هم لول ها 18 19 و 20، قراره بریم دانجن بزنیم و صفا کنیم و سیتی سومالی. دمتون گرم که این ویدیو رو تا انتها با من همراه بودید. سعی کردم تجربه این 4 5 روز هاردکوری که بازی کردم و بهتون بگم. کسب درآمد از این بازی یک قمار وقتتونه، شاید بتونید شاید نتونید، ولی بازی به شدت حال میده. به هیچ وجه تجربه هاردکور رو از دست ندید. ماچ به کلتون، دوستتون دارم. بیاید تو لایو استریم بهم سر بزنید. احتمالاً همین امشب لایو استریم داریم ادامه لول اپ. هیروم لول 25 شده، بیاید ببینید. شاید این امروز امشب شاید بمیرم.